نیاز یک گروه موسیقی فیوژن یا تلفیقیه که اعضای اصلی اون لوگا، رامین، ترکیان و عظم‌علی هستند. موسیقی گروه نیاز الکترونیکه و در آثارش از اشعار شرقی و عرفانی بهره میگیره. لوگا، رامین، ترکیان در گفتگو با بهنود مکری در مورد پروژه جدید چند رسانه‌ای نیاز توضیح میده. هنرمندا و گروه های زیادی هستند که شاید در عرصه موسیقی تلفیقی حالا یا حتی عرفانی فعالیت میکنند. کارهای شما چه تفاوتی داره؟ یعنی ویژگی آثار نیاز چه تفاوتی با اونها دارید؟ من فکر میکنم بزرگترین تفاوتی که من میبینم این که خاطب ما خیلی بیشتر از ایرانیانه و علتش در اینه که خب همونطور که گفتم من یه هنرمند مهاجر هستم، هزم یه هنرمند مهاجره و همیشه ماها بزرگترین گولمون در کارمون اینه که خودمون رو تکرار نکنیم و اینکه جلو رو ببینیم و الان مخصوصا به یه جایی رسیدیم که احساس میکنیم دیگه شکل، یعنی احتیاج داشتیم یه شکل جدیدی برای کارامون به وجود بیاریم. به همین یه پروژه ساختیم که مالتی میدیاست که بیشتر از صداه، چون دیگه شما الان نسل جدید هر جای دنیا برید تمام مدت داره یه چیزی رو نگاه میکنه، یا تلفنشه یا کامپیوترشه یا آیپدشه یا تلویزیونه. برای همین ما الان دیگه صدا رو مجزا از تصویر به اون راحتی نمیپذیریم. شما الان به یه کسی بگید آقا من یه موسیقی رو میخوام گوش کنم، اولین کاری که میکنه میره روی یوتیوب نگاش میکنه. خب یوتیوب باهاش یه تصویر میاد. برای همین ماها داریم یاد گرفتیم که الان وقتی میخوایم به یه چیز توجه بکنیم باید تصویر قسمتی از کار باشه و این خیلی برای ما مشخص. حالا اینو چه شکلی انجام بدیم که حقیقتا یه رابطه نزدیکی هنوز داشته باشه با احساسات خودمون و به فرهنگمون خیلی قدم سختی بود و ما اینو حقیقتا 3.5 سال طول کشید تا ما اینو بتونیم پیاده بکنیم و به کمک یه ویژوال آرتیستی که در مونتریال زندگی میکنه به نام آقای ژروم دلاپیر اینو انجام دادیم و بسیار موفقیم این پروژه. الان راجب جزئیاتش مقداری بیشتر برامون توضیح میدی؟ خب چطور روی قطعات شما تصویر رو پیاده میکنی؟ یعنی اون هماهنگی لازم برای پردازش همچین پروژه چطور صورت میگیره؟ این حقیقتاً پروژه مالتی میدیایی که ما انجام میدیم بهش میگن ایمرسیو اینتراکتیو، به خاطر اینکه مقدار زیادی از تصویرها تحت تاثیر تمام فرکانسیایی که روی صحنه اتفاق میفته، هرچی فرکانسی ها تغییر بکنن تمام تصویر ها تغییر میکنه. اگه یک کسی صداشو ببره پایین تصویر تغییر میکنه، یک کسی بلندتر بزنه، یه چیز جدید بزنه، تو یه اکتیو مختلف بزنه، همه چی تغییر میکنه و همین یه سینرژی خیلی به خصوصی به وجود میاد توش و به حرکت در روی صحنه هم واکنش میده. این دوتا رو وقتی که شما با همدیگه ترکیب میکنید یهویی همه یک صدا میشن، حتی تصویر یک صدا میشه با موسیقی. عنصر کارها خیلی برای ما مهم بود که یه ربطی داشته باشه به فرهنگی که ما ازش میایم. به همین تصویرهای استفاده کردیم، کلوگرافیای استفاده کردیم، خطاطی استفاده کردیم که همش مال ناحیه ماست. اینجور کار رو بهش میگن دیجیتال سینوگرافی، یعنی شما یه صحنه سازی میکنید که دیجیتالی ساخته شده. برای همین به عنوان یه تماشاگر مثل این میمونه که یه دایی تئاتر نگاه میکنه. فقط یه این نیست که فقط یه تصویر پشت شماست و یه سری شکل و عکس دارن نشون میدن، همه چی یک صدا میشه.